شعرفون یه وبسایت فرهنگی و ادبیه که توسط دو شاعر و مترجم مهاجر ایرانی راه اندازی شده. لیلا فرجامی و مانا آقایی از طریق این وبسایت به صورت هفتگی آثار شاعران ایرانی و غیر ایرانی رو معرفی میکنن و برنامه‌هاشون رو از طریق پادکست با مخاطبین در میون میذارن. به قول خودشون شعرفون پایگاه صدای شعر ایران و جهانه. امشب لیلا فرجامی میهمان شباهنگ تا در همین رابطه گفتگو کنیم. به شهر لس آنجلس میریم. خانم لیلا فرجامی، به شما سلام میکنم و درود میفرستم. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستی. من هم متقابلا به شما سلام میگم آقای مکری و همچنین به همگی بینندگان عزیزتون. خب به سراغ این حرکت ورزنده فرهنگی که شما راه اندازی کردید بریم. چرا این پروژه رو آغاز کردید و اصلا چرا شعر رو به این صورت معرفی میکنید؟ چگونه آغاز شد؟ چند ماهی میشه که این پروژه رو ما راه اندازی کردیم، یعنی در حقیقت از آغاز سال 1390، از آغاز سال جاری، و کلن نحوه آغازش به این شکل بود که من چندین وقت در فکر این بودم که به شکل شفاهی شعر رو ارائه بدیم به مخاطبین، چون این یکی از اثرگذارترین نحوه هایی است که مخاطبین شعر با شعر همیشه ارتباط برقرار کردن. و دوست عزیز زمانه آقای شاعر که اسمشون رو هم آوردید، ایشون هم در فکر پروژه مشابهی بودن و با همدیگه نشستیم و مطرح کردیم ایده ها رو و فکر کردیم که خب میتونیم به صورت پادکست ما شعر ایران و جهان رو ارائه بدیم به مخاطبین. خب درباره جزئیاتش یه مقدار توضیح بدید. چطور این برنامه‌های هفتگی اجرا میشن؟ از نظر تکنیکی و فنی چطور با هم همکاری میکنین؟ در حقیقت شعرفون به شکل دو هفته یک بار ارائه داده میشه به مخاطبین و در حقیقت میتونم بگم که کل برنامه شعرفون رو من از کامپیوتر شخصی خودم از خونه ارائه میدم. به این شکل هست که مانای عزیز صداشو در استکهلم ضبط میکنه و من هم صدای خودم رو ضبط میکنم و موسیقی های متن هر شعرفون رو انتخاب میکنم و با نرم افزاری که تو کامپیوتر شخصی خودم دارم اینها رو سرهم میکنم و به اصطلاح تدوین میکنم و تنظیم و ارائه میدم به مخاطبین. خب این وبسایت اسم جالبی هم داره، شعرفون. آیا دلیل خاصی داره اینو انتخاب کردید؟ چگونه این کلمات کنار هم قرار گرفته؟ خب فون که ریشه لاتین داره و به معنی صدا هستش و فکر کردیم که خب گرامافون، شعرفون، به جای گرام شعر رو جایگزینش کردیم، بنابراین گفتیم شعرفون. چه ملاکی واسه انتخاب کار شاعرها داره؟ یعنی آیا ویژگی های خاصی مورد نظرتونه؟ بر چه اساسی اینها تو این برنامه ها در پادکست معرفی میشن؟ ببینید شعر در ابتدا به ساکن یک حوزه کاملا سلیقه‌ای هستش و افراد خب سلیقه‌های گوناگون دارن وقتی که در مورد شعر بحث میشه، اما معیارهایی که من و دوستم مانا آقایی بیشتر مد نظر داریم تخیل منحصر به فرد و یکتای شاعر هستش، گستره واژگانیش هستش، معناگراییش هست، اون ایجاد جهان خیال انگیزی که مختص به خود شاعر هست و کاربرد زبانی و معنایی، خلاصه خیلی از معیارهای دیگه‌ای که به هر حال مد نظر هست وقتی که شعر خوبی رو انتخاب می‌کنیم. و خوشبختانه اونقدر شاعران ایرانی معاصر خوب و واقعا شگفت انگیزی ما داریم که به دلایل مختلف مطرح نیستن یا حاشیه‌ای هستن، چون افرادی هستن که دور از جنجال و هیاهو فعالیت میکنن. اینه که خیلی منابع زیادی در دست هست برای اینکه شعر ما بتونیم به صورت مستمر و ممتد ادامه بدیم. شما خب خودتون شاعر هستید، با مقوله ترجمه آشنایی دارید و کارهایی رو در این زمینه انجام دادید. یکی از جنبه‌های کاری در این وبسایت هم همینه، یعنی معرفی آثار شاعران بین‌المللی و غیر ایرانی. معمولا به چه نکاتی در این مقوله ترجمه توجه میشه؟ خود شما چه دقت و وسواسی رو این موضوع دارین؟ دقت و وسواس در حقیقت یه بخشش این هست که آیا اون اثر ترجمه پذیر هست به شکلی که ما میخوایم در فارسی یا خیر، که خوشبختانه
اکثریت قریب به اتفاق آثار جهانی هستند و خب بحث گوناگونی هست، همونطور که میدونید، در مورد کلن باب ترجمه شعر و نظریات مختلف و متضادی ارائه داده شده. اما اون چه که من فکر میکنم مد نظر خودم هست و شاید بتونم حتی از جانب دوست خوبم مانا آقایم بگم در مورد ترجمه شعر، این هست که سعی میکنیم شاعرانی رو انتخاب کنیم که تا به حال ترجمه نشده آثارشون به فارسی، که تکرار مکررات نباشه و همینطور مخاطبین به اصطلاح در جریان روند شعر جهان قرار بگیرند. و خوشبختانه در سالهای اخیر در ایران شاعران جهانی بسیار خوبی معرفی شدند و شاعران ایرانی خیلی کوشا بودند در ترجمه آثار این افراد و شناسوندنشون به مخاطبین فارسی زبان. شما در عرض مدت کوتاه که این وبسایت رو راه اندازی کردید، چه بازخوردهایی دریافت کردید؟ این فعالیت شما چه بازتابی داشته، به خصوص در بین اهالی فرهنگ و قلم و ادب؟ خوشبختانه بازخوردهای بسیار مثبتی دریافت شده تا اینجا. جایی خوشحالیش هست که بیشتر بازخوردهام از مخاطبینی بوده که علاقمند به ادبیات بودن اما خب شاعران یا نویسندگان حرفه‌ای نبودن و کلن قصد ما از راه اندازی شعر و فن آشنایی مخاطبینی هستش که به شکل حرفه‌ای دستی در ادبیات ندارند اما همواره علاقمند بودن به مقولات ادبی و خصوصا شعر معاصر ایران و جهان. از اهالی قلم هم بازخوردهای مثبتی دریافت کردیم و همینطور امید داریم که بیشتر و پیشتر بتونیم به معرفی آثار این عزیزان بپردازیم در شرف. شما به یه نکته اشاره کردید که من میخوام یه مقدار در این باره بیشتر توضیح بدی. گفتید مخاطب اصلیمون شاید افرادی هستن که به اون صورت حرفه‌ای نیستن و آشنایی کمتری با این مقوله دارن. چرا به دنبال ارتباط با این دسته از مخاطبین هستین؟ چه اهمیتی داره؟ اهمیتش در اینجاست که خوشبختانه متون کلاسیک و اشعار کلاسیک فارسی جای بسیار خاصی در بین ایرانی ها دارن، اما به نظر میاد در این یکی دو دهه اخیر یک قهری بوده با شعر معاصر فارسی که شاید مسئولش هم شاعران فارسی زبان بودن و هم مخاطبین بودن. و اگر که خاطر داشته باشید این یکی دو دهه اخیر بحث بسیار فراگیری بود در مورد بحران شعر فارسی که به نظر من در حقیقت هیچگاه وجود نداشته، فقط به اصطلاح یک خلأ ایجاد شده بوده در جریان نشر یا اینکه شاید دلایل دیگه‌ای داشته. ولی به هر تقدیر برای ما خیلی قابل قدردانی هستش که مخاطبینی که فاصله گرفته بودن از شعر معاصر ایران دو مرتبه، شاید به خاطر شفاهی بودن پادکست شعر و فن، دارن به نحوی این پر رو دو مرتبه ایجاد میکنن با شعر معاصر فارسی. به نظر شما این تبادل فرهنگی میان ادبیات ایران و جهان چه اهمیتی داره؟ از چه منظری بهش نگاه میکنین؟ این رابطه چگونه تعریف میشه؟ به هر حال خیلی به نظر من مهم هستش که ما از وقایع جهان، از فرهنگ جهان، ادب جهان، شعر جهان عقب نمونیم و این ارتباط برقرار بشه و همچنین در جهت شناسوندن شعرا و نویسندگان ایرانی به فرهنگ‌های دیگه. به نظر من خب در جهانی زندگی می‌کنیم که ارتباطات از همه نظر گسترده و وسیع‌تر دارن میشن هر روز و خب چرا شعر و ادب فارسی از این قافله عقب بمونه؟ برای همین مشخصاً تبادل فرهنگی بسیار بسیار مهم هست اینجا. شما و خانم آقایی شعر و فن رو راه اندازی کردید، الان برنامه ها داره به صورت منظم پخش میشه، ولی چگونه میتونن با شما در تماس باشن؟ آیا کمکی هست، وسیله و یا نیازی که بشه راجبش صحبت کرد؟ پیام شما برای بیننده های برنامه چیه؟ بسیار عالی. پادکست شعر و فن رو عزیزان میتونن از تارنمای خاص خود شعر و فن اطلاعات بیشتری رو ازش دریافت کنن و از اون طریق هم با من و خانم مانا آقایی در ارتباط باشن
آدرسمون هست شعروفن.com و از اون طریق حتی میتونن به فیسبوک ما بپیوندن که خانم مانا آقایی زحمت مدیریتشون رو میکشن، مدیریت صفحه فیسبوک رو. و پیامی که دارم برای بینندگان عزیز این هستش که اگر که از روی کنجکاوی و علاقه شخصشون به ادبیات معاصر ایران و جهان بخوان که آشنایی پیدا کنن با پادکست شعروفن، ازشون دعوت میکنیم که حتما سری به صفحه ما بزنن در اینترنت. خیلی کوتاه توضیح میدید که برنامه بعدی پادکست چه هست، چه چهره‌هایی رو انتخاب کردید تا راجع به کاراشون صحبت کنید؟ صحیح، برنامه آینده پادکست شعروفن رو به اشعار خانم رویا شاه‌حسین‌زاده و آقای دیاندرا دروموند که شاعر برزیلی هستن و اشعارشون خود من ترجمه خواهم کرد اختصاص دادیم. و شماره کنونی هم که شماره هشتم پادکست شعروفن هست مختص به آقای علیرضا نوری شاعر ایرانی می باشد و ناظم حکمت شاعر ترکیه. خانم لیلا فرجامه از شرکتتون در برنامه شب‌آهنگ سپاسگزارم. امیدوارم روز خوبی در شهر لس آنجلس داشته باشی. خیلی متشکرم. خدا نگهدار. شنوندگان گرامی، به هشتمین پادکست شعروفن خوش آمدید. در بخش نخست من لیلا فرجامی شعرهایی از علیرضا نوری را برای شما می‌خوانم و در بخش دوم همکارم مانا آقایی ترجمه هایی از شاعر به نام ترکیه ناظم حکمت را خواهد خواند. صدای ما را از لس آنجلس و استکهلم می‌شنوید. علیرضا نوری در سال 1354 در شهر همدان متولد شد. او از سال 1375 نوشتن شعر را آغاز کرد. مجموعه شعر اولش به نام لیوانی تا مرز دیوانگی غیر قابل چاپ اعلام شد. دومین مجموعه شعرش به نام دلقک ها گریه می کنند توسط نشر آهنگ دیگر در سال 1390 به چاپ رسید. علیرضا نوری کارشناس مقطع زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه همدان است و در حال حاضر مدرس همین دانشگاه می باشد. با هم به چند شعر از علیرضا نوری گوش می دهیم. جای تو در شاهنامه خالی است، لابلای بیت ها دنبال مرگ بگردی، زیبایی های زندگی را نشانش دهی، اگر شد دلش را ببری، خلاصه سرش را گرم کنی تا نوش دارو برسد.